سلام، اینجا کانال پاپ کورن مدیاس. خوش اومدین به کانال ما. اگر از دنبال کننده های همیشگی ما باشید، میدونید که ما تو این کانال درباره حواشی فیلم ها، سریال های شبکه نمایش خونگی و بازیگر رو صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید که زودتر از بقیه از ویدیوهای ما با خبر بشید. جواد عزتی باز هم جایزه نگرفت. واقعاً چرا سینماگران با جواد عزتی لجند؟ شاید خیلی ها با دیدن این تصاویر تصور کنند که بالاخره این طلسم شکسته شد و آقا جواد عزتی بالاخره به حقش که جایزه نقش اول مرد رسید. جایزه ویژه هیئت داوران تعلق میگیرد به آقای جواد عزتی، در صورتی که اصلا همچین اتفاقی نیفتاده و این جایزه ویژه هیئت داوران بود و باز هم جواد عزتی از جایزه بهترین بازیگر مرد محروم شد. خیلی ممنون از هیئت داوران و جشن حافظ و این جایزه تعلق داره به تک تک بچه های زخم کاری. ممنون. البته که دلخوری عزتی بابت این قضیه با صحبت نکردنش بالای سن کاملا مشهوده، اما این ماجرا یه ماجرای قدیمیه و این اولین بار نیست که حق جواد عزتی خورده میشه. اگه برگردیم عقب و کارنامه جوایز و تقدیرهای جواد عزتی رو یه نگاه کوچولو بندازیم، شاید براتون تعجب برانگیز باشه، ولی میبینیم که عزتی به جز یک تندیس حافظ برای ماجرای نیمروز تا به حال هیچ جایزه دیگری توی ایران نگرفته. باورتون میشه که جواد عزتی از جشنواره چلسی آمریکا جایزه بهترین بازیگر مرد گرفته باشه، اما توی ایران هنوز هیچ جایزه درخوری بهش نداده باشن؟ باورتون میشه؟ حالا بیاین با هم نقش هایی که جواد عزتی توی فیلم ها و سریال های مختلف بازی کرده رو بررسی کنیم تا ببینیم این که جایزه نگرفته به خاطر بد بودن بازیاشه یا واقعا ماجراهای دیگه ای پشت این قضیه است. عزتی توی فیلم فرشته ها با هم می آیند نقش یه روحانی که یهو پدر 3 بچه می شده داشت. توی فیلم در مدت معلوم در نقش طنز یه پسری که میخواست هنجارهای جامعهش رو در مورد ازدواج بشکنه بازی کرد. توی پارادایز باز هم نقش یه طلبه جوان رو داشت و توی فیلم اکسیدان نقش طنز یه مسیحی رو ایفا کرد. توی آینه بغل، هزار پا، خرگیوش و اکسیدان هم نقش کمدی داشت، اما فضای هر کدوم با هم متفاوت بود و جنس طنزی که توی هر فیلم از خودش نشون میداد کاملا اون یکی فرق میکرد. توی فیلم دفاع مقدسی تنگه ابوغریب نقش یک رزمنده رو داشت که بسیار عالی از پس این نقش بر اومد. حتی برای این فیلم تحسین منتقدها رو هم برانگیخت، اما در انتها امیر جدیدی سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد رو برد و جواد عزتی حتی کاندید این جایزه هم نشد. توی فیلم لاتاری هم نقش یه برادر غیرتی و متعصب رو بازی میکرد. تو فیلم های مغز استخوان، دوزیست و جاندار نقش شخصیت های منفی و عصبی رو ایفا میکنه که به حق بازیش توی جاندار نه تنها خوب که خیلی خیلی خوبه. عزتی توی فیلم ماجرای نیمروز 1 و 2 نقش یه فرد امنیتی رو بازی میکنه که مخاطب رو کاملا با خودش همراه کرد. توی جهان با من برقص و آتابای نقش یه فرد معمولی توی ژانر اجتماعی. شنای پروانم از فیلم هایی بود که خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفت و اتفاقا عزتی توی این فیلم یه نقش کلیدی و خیلی خوب داشت. و تو فیلم خورشید مجید مجیدی هم به ایفای نقش یه معلم فداکار و دلسوز واسه بچه های کار پرداخت. با
پروازهه که عزتی تو سریال ها نقش های موندگاری از خودش به جا گذاشت، چه در نقش لطیف تو سریال دردسرهای عظیم، چه بابا اتی توی قهوه تلخ، چه مالک سریال پر سر و صدای زخم کاری. فکر کنم هممون متوجه شدیم که جواد عزتی تقریبا توی همه ژانرها از طنز و دفاع مقدس گرفته تا نقش‌های جدی و درام و سیاسی و اجتماعی بازی‌های بسیار قابل قبولی از خودش ارائه داده. اما باید بدونیم که عزتی با وجود این کارنامه هنری پروپیمون و بازی توی همه ژانرها و همه سبک نقشی، همونجور که گفتیم به جز جایزه جشن حافظ بهترین بازیگر مرد برای فیلم ماجرای نیمروز، تا به حال نه تنها هیچ سیمرغ و جایزه درخور دیگه تو ایران نگرفته، که برای بازی تو خیلی از این نقش هایی که گفتیم حتی نامزد گرفتن این جایزه هم نشده. واقعا عجیبه، نامزد هم نشده. ماجرا انقدر شور شده که حتی صدای سعید راد هم در اومد و تعجب خودش رو توی جشنواره حافظ امسال از جایزه نگرفتن جواد عزتی برای بازی توی سریال زخمکاری با حرفاش روی سن ابراز کرد. اما حالا باید از خودمون بپرسیم، پس چه چیزی باعث شده شخصی مثل جواد عزتی دیده نشه و هیچ جایزه قابل قبولی رو از آن خودش نکنه و در مقابلش خیلی از بازیگرهای جوانتر رو ببینیم که کلی جایزه های مختلف و بابت هر کدوم از کارهایی که انجام دادن به دست آوردن؟ نکنه اون جریان دست‌های پشت پرده برای حذف و دیده نشدن بعضی بازیگرها و فیلم‌ها اینقدر قوی داره عمل می‌کنه و ما بی‌خبریم؟